کردم که من 15 سال آلمان بودم، زبان فارسی من بهتر از زبان انگلیسی و آلمانی، و اون چیزی که من در جستجوشم چون یک سالی در یه رادیو اینترنتی هم گفتگویی بود و گهگاهی می تلفن میکردیم بحثی بود، متوجه شدم که خیلی کمک بزرگی بوده برای من که از طریق گفتگو با عزیزانی که سوالهای منو میفهمن به امید جواب از اون طریق یک دنیای بازتریه. این باعث شد که سوار موتورهم شدم و شروع کردم گشتن، گفتم برم جایی که جمعیت فارسی زبان ما بیشتره، و اومدم طرف های لس آنجلس. افتخار آشنایی بعضی از اساتید تلویزیون هم داشتم، در خدمتشون بودم و خیلی 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 یاد گرفتم. و در اون زمانی که تو لس آنجلس بودم و تحقیق میکردم راجع به تلویزیون ها، برنامه رنگ و رنگ رو دیدم و علاقمند شدم. و من چون هدفم یه مقدار توأم با گشتن و گردش و جستجو بود، اومدم به ویرجینیا در خدمت عزیزان. بعد وقتی رسیدم تلفن کردم با آقای داور صاحب، اینجا عرض کردم خدمتشون من کیم و هدفم چی. ایشنا فهمیدن بیا صحبت کنیم و الان در خدمت شما. و اینکه میفهمین هدفم از زندگی چیه، اعتقاد من بر اینه که البته مسائل خیلی خیلی عمیق، خیلی هم طولانی، نمیشه 16 سال رو در عرض نیم ساعت، یک ساعت یا هفته یک ساعت دقیقا مطرح کرد، ولی متوجه شدم طبیعت عقلی که اون خالق، خدا، انرژی، هرچی شما دوست دارین اسمشو بذارین، اون عقلی که به انسان داده، طبیعت اون عقل ایجاد سؤاله. و اون دوران عقلانی که انسان در اون دوران میگذره و طی میکنه، چون انسان مراحلی که میره مراحل رشد جسمانیه، وقتی به دنیا میاد بدنش رشد میکنه، بعد میره تو دوران رشد عقلانی که اون مرحله مرحله تضاد هاست، مرحله که خوب، بد، سیاه، سفید، شیرین، تلخ، همه اینا معنی داره، همه اینا تضاد، یک عالم تضاد. در اون عالم تضاد که انسان داره رشد عقلانی میکنه، فقط با مطرح کردن سوال و سوال ها در جستجوی جواب بودن از این مرحله میگذره. عرضی داشتم خدمت یه استادی در لس آنجلس که مثال زده بودم که انسان زندگیش مثل کرم ابریشم میمونه، وقتی به دنیا میاد وارد یه پیله میشه، وقتی تو این پیله هست، تو اون پیله رشد میکنه، بزرگ میشه، صاحب بدنش، همه چی رو، و یک فرهنگی به خودش میگیره تو اون پیله که این نتیجه تربیت پدر، مادر، جامعه، همه اینا میشه، تا اینکه از اون پیله میاد بیرون. وقتی از اون پیله میاد بیرون، اون زمانیه که رشد عقلانی میکنه و شروع میکنه سوال مطرح کردن، چون در پیله اون چیزی بوده که تو اون محیط بهش گفته بودن و باور کرده بوده و اون مسیر رو میرفته. وقتی از پیله رشد میکنه، از پیله میاد بیرون، اون مرحله که شروع میکنه سوال کردن. بعضی عزیزان که میشه گفت اکثریت جماعت دنیا تو اون مرحله هستن، به یه نقطه میرسن یا تسلیم میشن و برمیگردن تو پیله، یا به یه جایی تو اون مرحله قناعت میکنن و تو اون گرداب، هر شکلی اسمی بذارین، میگردن. یا اون میتونه عالم مادی باشه یا عالم فکر باشه. بعضی عزیزان دنبال تحصیلات عالیه میرن و تو همون مراحل و مسائل، تو همون چرخش های دورانی میمونن. هر کسی به یک جایی میرسه و تو اون مرحله میچرخه تا در همون جا زندگیش تموم میشه. بعضی هم هستن که قسمتشون بر این بوده که اون عقلی که یا اون توانایی و استعدادی که در قبل از حتی یا در موقع خلق شدنشون، به دنیا آمدنشون، در وجودشون بوده، اونا این مرحله اینا راضی نیستن که بنده یکی از اونا، و اینا ادامه میدن و ادامه میدن و جای دور خودشون نمیچرخن و با نمیستن و میرن به جای میرسن که در مورد بنده، عقل ضعیف بنده به جای منو میرسونه که تسلیم میشن و شروع میکنن به التماس به درگاه اون قدرت بزرگی که نمیدونم، البته اکثر خیلی اسمشو میزنن پروردگار یا هر چی، ولی در اون لحظه برای من معنای ندونستن بود. و به مرحله به قول یکی هستی که گفته بود، به جای رسیدم که اونقدر فهمیدم که هیچی نمیفهمم. اولی سینا بعد. بعد من به اونجا رسیدم. وقتی به اونجا رسیدم، ولی باید یه طوری با این زندگی رو، یه جوری برای خودم زندگی رو حلاجی میکردم، دست به دامن
چیزی که نمیدونم شدم و مراحل به خصوصی رو طی کردم، دورانی رو گذروندم که نظر شخصی من اینه کسی که از این دوران عقلانی بگذره و بتونه مرحله بعدی، زمانی که اون کرم ابریشم که شده پروانه، وقتی از پیل اومده بیرون شده پروانه، مرحله بعدیش اینه که این پروانه اینقدر میچرخه تا شمعی رو پیدا کنه و بسوزه و تبدیل به نور بشه. این طوری که برای خودم معنی کردم و علتی هم که عرض کردم که چون زبان فارسی من بهتر از زبانهای دیگه بوده، گفتم برم تو اجتماع ایران فارسی زبانمون، برای اینکه نتیجه گرفتم اون چیزی که من در جستجوشم یا اون من در اثر عکس العمل شما عزیزانه. یعنی وقتی شما سوال میکنید، وقتی ما با هم در اون محیط زندگی، اون چیزی رو که از محیط بیرون، اون معلومات، اطلاعاتی که از محیط بیرون به درون من میاد، اون احساسی که به من میده، این احساس اون منم، ولی اون من رو فقط میتونم احساس کنم وقتی که در محیط که هستم عکس العمل محیط ایجاد بشه. یعنی با عمل من، با کاری که من میکنم، عکس العمل شما عزیزان تو هر محیطی که انسان هست، اون عکس العمل، اون احساسی که به من میده میشه من، تا اینکه عکس العمل شما عزیزان به جایی میرسه یا اون محیط که من مثل یک پروانه آماده سوختن میشم که میرم دیگه در عالمی که مرحله بعدی رو اسمشو گذاشتم مرحله نور. و هدفم از جلوی دوربین اومدن اینه که خب اگر من 2 سال پیش همه چی رو ول کردم، هر چی بود فروختم، رامو شروع کردم گشتن، من فکر کردم اگر بخوام برم یه کاری رو از نظر مادی یه کاری رو انجام بدم که با پول در آوردن روزی 8 ساعت 10 ساعت وقتم رو اون مسئله بذارم، بعدش هم خسته بیام توی اتاق، اون عمر من، زمان که عمره که به فهم قولی شما گرانبهاترین با ارزشترین چیزی که انسان داره، دیشب مثل که فهموندیم، این عمر خب 30% 40%ش رو به این شکل گذروندم و فکر کردم گفتم اگر من قناعت بکنم و بتونم با حداقل زندگیمو بچرخونم، تا اونجا که یه پس انداز جزئی دارم ادامه میدم به این راه. و جلو دوربین اومدنم برای اینه که فکر کردم چون تجربه‌ای که داشتم از طریق رادیو اینا، متوجه شدم که اگر من بخوام توی یک زندگی نرمال تو جامعه رو ادامه بدم، نمیدونم چقدر زمان طول بکشه، چقدر وقت ببره تا عزیزی رو پیدا بکنم، عزیزانی رو پیدا بکنم که عکس العمل اونها باعث بشه که من مراحل بعدی رو طی کنم. ولی دوربین یک وسیله‌ایه که یک دفعه میبینین کسی از اون بره دنیا، اون بره امریکا پیدا میشه که متوجه عرایض من هست و سوالهاش و مسائلی که مطرح میکنه یا من مطرح میکنم میتونه برای همدیگه کمکی باشه که من خودم رو بهتر بشناسونم، بهتر بشناسم. غیر از این که باید حتما، اینو اعتقاد بنده است که من کسی رو نمیتونم عوض بکنم، من کسی رو نمیتونم به راهی از راه دور کنم یا هدایت کنم. هدف من به هیچ عنوان این نیست که عزیزی رو به راهی ببرم یا از راه دیگه به راه دیگه بکشم. من اعتقادم بر اینه که من اون چیزی که باید بشم خواهم شد. یعنی اون اراده شخص نیست، اون قوه اولیه است. اسمش رو انرژی بذارید، روح بذارید، هر چیزی که دوست دارید. اون لحظه‌ای که انسان متولد میشه، اون انرژی اون در وجود هست. فقط عقل یک مرحله‌ایه که انسان اون خودش که در وجودش هست، اون مثل آینه صیقل میده از اون وابستگی‌های دنیوی. و اون قلب که صیقل پیدا کرد رو به خورشید میگیره. روی این حساب امید من فقط اینه که از این طریق بتونم عزیزانی که شاید یه روزی راه من راه اونا باشه و عزیزان دیگه ای که راه من در آینده راه اونها خواهد شد پیدا بکنم، که به کمک شما عزیزان این مسیر رو برم و به کمکی اگر از راه به جایی که رسیدم، راهی که میرم، کمکی برای دیگران باشه، راهنمایی باشم. هدف دیگری نیست. خب شما دو سه تا چی گفتیم برای من جالب بود. یکیش عکس العمل من میشه من. شما حتی با یکی از مجریای اینجا صحبت میکردین، اون گفت اینایی که به من زنگ میزنن مثلا بی تربیتن، بعد شما گفتی خب چی جوابش میدی؟ بله. اون گفت فلان، بعد یادت میاد بله بله. میگه میخوای اینو تعریف کنی؟ یه عزیزی تو برنامه همین تلویزیونی، عزیزی برنامه داشتن، یکی از بینندگان عزیز تشریف آوردن و یک توهینی کردن، یه حرف زشتی زدن.
این دوست عزیز با ایشون برخورد متقابل داشتن که بعدن صحبت شد. من عرض کردم که من نظرم این نیست، به نظر من کسی که با آدم بد صحبت میکنه دلیلی نداره که عکس العمل بنده هم مثل ایشون باشه. یه چند دقیقه بعد ایشون با یه آقای دیگه صحبت میکردن، بعد منو صدا کردن گفتن که فرزاد ببین ایشون هم نظر منو دارن و میگن که وقتی یک شخصی به تو توهین کرد تو هم میتونی، یا بی احترامی کرد تو هم میتونی همونجوری جواب احمقانه‌ای که اون سوال، اون حرف احمقانه که تو اون زدی جواب احمقانه بهش بدی. بعد میبینی که ایشون هم نظرش اینه. بنده عرض کردم که خب شما وقتی جواب احمقانه میدین این جواب از کجا میاد؟ از درون شما میاد، پس اون تو هست. که این دوست ما با خنده سرشون انداختن پایین گفتن که پس بله ما حالا احمق هم شدیم، که البته من نظرم اون جسارت نبود. ما در درونمون همه این مسائل هست، مسئله اینه که دست به کدوم ببریم. اگر در جواب یک مسئله احمقانه بنده دست ببرم تو اون قسمت احمقانه توی اون قسمت احمقانه با جواب دیپارتمانه، اجازه بدید صحبت دیگه که شما گفتید به درستی یه چیزی رو تو مغز من هم روشن کرد. اون معجزه این دوربین و بردن از بین بردن مسافت بین دوستان هست که من خودم شاهد بودم. دوستانی که مثلا آقای به نام همت که من 30 و چند سال قبل با برادر ایشون هم کلاس بودم زنگ میزنه با من صحبت میکنه، یا آقای کشاورزنی ها دوستان بسیار رو پیدا کرده. در همین رابطه شما دنبال یکی از دوستات میگشتی، من گفتم شاید شما اسمشو بگی اونم یه وقت خودش فامیلی زنگ بزنه بگی من کجا هستم کجا نیستم. اون آقای شیرازی بود. من سربازی که شیراز بودم 2 سال در شیراز هوابرد شیراز بودم. یک دوستی داشتیم آقای لقمانی، عزت الله لقمانی، ایشون هم دوره بودن، شخص عزیزی بودن. شیرازی هم همه باز دید من مثل بهار میمونن. لقمانی ها خیلی معروفن تو شیراز. دکتر لقمانی داشتیم و خانواده بزرگی هستن و خیلی معروفن. حالا ایشون اسمش عزت الله لقمانی بوده. حتما اگر دوستانی هستن که در رابطه هستن یا میشناسن لطف کنن تماس بگیرن با ما، این دو دوست قدیمی رو باز هم بذاریم با هم صحبت کنن، خوب میشه. دوستان روی خط هستن و میخوان نظراتشون رو بدن، بیایم صحبت کنیم. اگر وقتی شد من در رابطه با برنامه دیروز و گله و شکایت هایی که امروز شد صحبت میکنم و بشینیم انشالله که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن ایرانیان عزیز داشته باشیم. اجازه بفرمایید یه سوال یه مسئله عرض کنم. عزیزانی که تلفن میکنن صحبت کنن لطف کنن خیلی توجه بکنن، خیلی کم تا اونجا که میشه اصلا لغت ما رو استفاده نکنن، چون انسان یکی از مسائل چند هفته گذشته ما بود. هر وقت ما باز هر وقت من میگم ما میگه ما نیست، آره من هست. بله البته ما حالا خونه که این منها دوره هم جمع بشیم ما، ولی آره ولی من اشتباه من رو میگیم ما. ببینید نه هر دوتاش درسته، ولی باید به جای درست استفاده کرد. نظر من این انسان تا من خودش رو پیدا نکنه مایی که مطرح میکنه مایی نیست، وجود نداره. برای همین خیلی توجه بفرمایید و این برای من درس بزرگی بود. بس. یه دوستی در آلمان به من میگفت که ما، اون البته میگفت اینجا ما رو درست استفاده کرد، میگفت ما آدم ها هر وقت میخوایم چیزای خوب بگیم میگیم من اله کردم، من بله کردم، ولی از چیزای بد میگیم ما اینی ما اینی ما ایرانی ها فلانی ما فلان. خلاصه چیزای بد که میشه ما، چیزای خوب میشه من. اگر عنایت بفرمایید سعی کنین همش از من مطرح کنین. بله خب بریم سراغ منها. بفهم سوربی هستم به اتفاق آقای اسکویی. بفرم سلام و درود به شما. سلام سلام سلام. در مورد این سخنی که الان گفتی در مورد بی احترامی، من یه روش دیگه ای دارم. نظر من این است که مخلوقات خداوند شکل‌ها و فرم‌های مختلف دارند و توهین خودش یک سانده، یه صداییست که این صدا رو ما به حالت توهین میشناسیم و یک سخن دیگه رو به حالت ادب. به نظر من اگر در خیابان برم و یه موقع ببینم یکی از مخلوقات خداوند پاس کنه به من یا پاچه منو بگیره، آیا من برمیگردم پاچه اونو میگیرم یا منم متقابلا به اون پاس میکنم؟ طبیعتا نه. من فکر میکنم اینجاست که ما شخصیت خودمون رو با شخصیت اونها متمایز میشماریم، لذا رفتارمونم متفاوته. اون کاری که اونها میکنن
ما نمی کنیم. چرا؟ چون ما اون رو اون رفتار رو در خور شخصیت خودمون نمی دونیم. پس دمچه این صدایی هم که از اون شخصی میاد بیرون برای عنوان توهین، این هم به نظر من یک پارسیست که یک مخلوق خدا یک پارسی داره می کنه. و همون جوری که ما اگر برگردیم ببینیم یه سگی داره این کار رو ما میکنه، ما میگذاریم و میریم و خودمون رو از اون متمایز میکنیم، به نظر من ما همینجور هم در مورد این افراد باید رفتار بکنیم تا اونها به جمع انسانها بپیوندن. این نظر من بود در این مورد که میخواستم با شما در میون بذارم. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم. پس با شما هم عقیده هستن که شما عزیز من مسئله نیست ولی ایشون منو میشنوه. عزیز من شما فرمودین آخرش مخصوصا فرمودین ما باید اینطور ما، و یه جایی هم فرمودین بعضی ها دیگران اگر پارس میکنن یه کسی فلان، صحبت من ما نیست، صحبت من دیگران نیستن، صحبت من منم. من خوشحال میشدم اگه شما میفرمودین اگر کسی به شما یه حرف توهین آمیزی زد چجوری باید نظر شما چیه راجبه خود شما، شما باید چیکار بکنید. دیگران هر کاری میکنن اون مسیر دیگرانه. ولی خیلی متشکرم. اگه اجازه بدیم من چون به اون بیننده‌ای که زنگ زدن امروز و شکایت کردن قول دادم که بین ساعت 5 تا 7 مسئله‌شون رو عنوان می‌کنم، یه گریزی بزنیم به برنامه دیروز، برگردیم باز حتما در خدمت شما باشیم. دوستان دیروز بنده مسئله‌ای رو عنوان کردم در رابطه با آقای یاسر عرفات و مسئله فلسطین و عرب. این را هم توسط یکی از دوستان شنونده که یا بیننده که من زنگ زدم و گفته بودن که شما بپرسین از ایرانی‌ها که ایرانی‌ها به کدام سمت بیشتر تمایل دارند، کجا بیشتر جهت ما به طرف اسرائیلی‌هاست، به طرف یهودی‌هاست، به طرف مسلمان‌ها یا فلسطینی‌هاست. می‌خوایم این دو با هم باشن، می‌خوایم این دو نابود بشن، می‌خوایم یکیش نابود بشه، اگه می‌خوایم کدومش. و این بحث رو که داشتیم می‌کردیم خانم زنگ زدن و گفتن که کلیمی‌ها که میلیون‌ها نفر رو کشتن و حالا اینجور مسیحی‌ها اینجور اونجور، این خانم امروز صبح به من زنگ زدن و گفتن که شما باید به این خانم جواب میدادی و ازش میخواستی که حالا میلیون ها نفر پیشکش 100 تا از اینهایی رو که کلیمیا کشتن شما بیا. من خدمت ایشون عرض کردم که بنده اینجا به عنوان یک میزبان هستم، یعنی از این دوربین و این امکانات استفاده کردم به عنوان خانه خودم، محل خودم، و از شما دوستان خواستم که بیان میهمانان این برنامه و میهمانان ما باشیم و من باشیم. حالا آیا من اینجا وظیفه معلمی و شما شاگردی این کلاس رو دارید یا اون وظیفه میزبان و میهمان بودن مهمه؟ اگر شما میهمان هستید، دیگری هم میهمان هست و یک نفر صحبتی میکنه، من باید پرخاش کنم بهش یا اینکه شما باید بیاین خیلی قشنگ و زیبا همین حرفی رو که امروز به من زدید بگید و اون دوستان دیگری که در این جشن به اصطلاح جلسه ما حاضر هستن بشنون، اونها قضاوت کنن. من به هیچ وجه به خودم این اجازه رو نمیدم که اینجا رو به کلاس مدرسه و درس به اصطلاح تبدیل کنم و بشینم اینجا به عنوان ناظم یا معلم مدرسه با یه چوب و هر کسی یه حرفی زد بگم خب برو کنار کلاس وایسا، دو تا دست بکن بالا، حالا دو تا دست و یه پات بکن بالا، یا مثلا من به این خانم بگم خب برو 100 تا از اینایی که میگی وردار بیار، حالا دیگه بریم نفش قبر کنیم و کفن بیاریم. اینا مسئله من نیست عزیزم. مسئله من اینه که این دوستان بیان صحبتاشون رو بکنن، بینشاشون رو بگن، دانشاشون رو به ما نشون بدن، ما بریم سوال تو مغزمون ایجاد بشه، بریم تحقیق کنیم ببینیم کی درست میگه. دوست دیگری امروز صبح زنگ زد، خواهش کرد، گفت عاجزانه از این ایرانیای عزیز بخوان که بی احترامی نکنن توی برنامه. ایشون خانمش آمریکایی بود. گفتم من میدونم تو چی میگی، باهاتم همدردم، ولی ماها مسئلمون اینه که شدیم مثل کسایی که توی دو تا ماه درست آقا با این حرف میزنی عاجز میشی، دیگه مواظب بگی حرفات درست بگی، ما رو نگی بگی من در هر صورت. حالا بذار بعدن دوستان بیان سراغ خود همین چقدر ما میگن. گفتم که چشم، این کارو میکنم. ایشون پیشنهاد کردن که یک نفر یا روانشناس یا یک نفر جامعه شناس بیاد و بگه که درد جامعه ایرانی چیه که اینجوری پرخاشگره. من گفتم که فکر میکنم به دلیل اینکه ما آزادی نداشتیم، الان که
این آزادی داده شده. واسم یه مثال زدم، گفتم شما بچه‌ای رو که هر روز رو کاغذ خودش نقاشی میکشه، چند مدت این کاغذ و مداد رو از دستش بگیر، یه جا حبسش کن، بعدن اولین روزی که مداد میدی دستش، حتی اگه کاغذ هم جلوش باشه، باور کن این میره رو کاغذ دیواریای خونه خط میکشه. حالا شما دو تا انتخاب دارین، یا قلم رو دوباره از دستش بگیرین یه پشت دستی هم بهش بزنین، یا بشینین باهاش صحبت کنین و این کاغذ دیواریه که خراب شده بزنین این هرچی میخواد دیگه روش خط بکشه، هی شما باهاش صحبت کنین، این کاغذ دیواری رو تموم کنین، عوض کنین، اونم برمیگرده به کتاب و دفتر و مشقش. حالا ما یک قدم از این بچه عقب‌تری، ما هیچ وقت دفتری بهمون ندادن، قلمی هم ندادن، باز گفتم ما بنویس یه چکی چند تا میگیم ما. اینا از خاندان جلیل سلطنت گرفتیم، میگفت ما خاندان جلیل سلطنت میخواییم ما تقلید کنیم، میگیم ما بله جدی بنویس این چند ما میگیم ما. حالا من میدونم این بعد تیپ اینجا رو میره نگاه میکنه، هی یه چکی ماها رو برای هر ماه یه دلار ازتون میگیرن، هر ماهی بیا یه دلار بدیم. خب دوستان، در صورت چون این خانم زنگ زده بودن و خب اینجوری که گفتن یهودی بودن، من بهشون قول دادم که هم من میگم این مسئله رو که حق ایشون به اصطلاح ضایع نشده باشه، و هم دوستان دیگه اگه بخوان در این رابطه صحبت کنن، ما بین 5 تا 7 هستیم که به علت اشکالات فنی برنامه دیر شروع شد. از طرفی آقای سرشار دوست خوبمون زنگ زدن، گفتن که هنوز هم حالشون خوب نیست، من آرزو میکنم که هر چه زودتر حالشون خوب بشه. گفتن سعیم میکنم که برای هفت بیام، اگه هفت نیومدم هفته هشت شما خودت یه جوری برنامه رو اداره کن تا خانم سالور بیان اینجا و مهمان محترمشون. من هم از آقای سرشار خواهش کردم که پس چون نظر ورزشی دارن ایشون و به اصطلاح چیز هستن، گزارشگر ورزشی تلویزیون رنگارنگ هستن، یک چند دقیقه رو اقلن با تلفن اگه نتونستن بیان که این قول رو دادن، امیدوارم خودشون شخصا بیان اینجا و برنامهشون ساعت 7 اجرا بشه تا 8 و به 8 هم خانم الهه سالور با میهمانشون در برنامه ما و شما، اونم ما و شما هست، من نیست. خب بریم سراغ دوستای شما میخوای صحبت بفرم، هر جور شما سلام میدید چون دوستان منتظرن، هر جور سلام بفرم. چشم، خواهش. سوربی هستم، به اتفاق آقای وسکویی بفرم. سلام علیکم جناب آقای سوربی. سلام قربان. عرضا به حضورتون که جناب آقای سوربی همطور که شما خودتون فرمودید، من میخواستم دو مسئله رو عنوان کنم. یکی در رابطه با فرمایش خود شما، البته مقدمتا بگم که من هم خیلی فکرم به فکر شما نزدیکه، و یکی از چیزا هم که میخواستم عرض کنم اینه که من اصلا شیرازی هستم، شیرازی هستم ولی تهران درس خوندم به طور کلی. حالا بگذاریم از این موضوع، اصلا مسئله چیزی به اون صورت نیست، ولی خواستم خدمتتون عرض کنم، شما که وکیل مدافع به اصطلاح نمیدونم این طرف و اون طرف نیستید، وکیل مدافع اعراب و اسرائیل که نیستید یا یه چیزی شبیه این، اون خانم اگر به اصطلاح دلخورن که چرا مثلا یه شخص این حرف رو زده، شما وظیفه میزبانیتون انجام دارید و من کاملا با شما موافقم که شما بی‌طرفانه رفتار کردید در این مورد. خیلی ممنون. و اما این نکته اول نظر من بود خدمتتون عرض کردم، نگفتم ما آقا بیننده ما رو ترس، بیننده ما رو ترس، نه من غلط میفهمم کسی رو بترس، من کیم گفتم؟ بفرما. خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که مسئله دوم اینه که من با سلام خدمت جناب آقای اسخویی میخواستم از حضورشون خواهش کنم که مطالبی که فرمودن میشه یه خورده دقیق تر بزنن در قالب جملات ساده، بعد فرمان که به اصطلاح چون من هنوز یه خورده درست به قول معروف دوزاریم نرسادیم، مثلا اشتباه میکنم، میخواستم یه تنگی شد توضیح بفرمان یه به هدفشون که ما هم استفاده کنیم، چون من واقعا تو تمام عمرم دانش آموز بودم، میخوام یاد بگیرم همیشه. خیلی ممنون، خوشا فرمودی خدمتتون ندارم. ممنون از تماستون و توجهتون به تلویزیون رنگاره، خیلی ممنون از این. خدا نگهدارتون. بله، در این رابطه میخوام من به دوستان بگم شما اونها رو تو برنامه خودتون بیشتر شما اونها رو تو برنامه خودتون شما احترام تنها بود، یعنی تو بگم تو آقا باید اصلا زبان رو عوض کنیم با بودن فرزاد و اسکویی اینجا. ولی واقعا جالبه، به فکر میافتیم که به فکر میافتم که چرا ولی مشکله. جوابشون رو عرض کنم. بفرمایید عزیز من. ببینید نظر من اینه که فرض بفهمید جامعه با یه تیم فوتبال تصور بفهمه، تا یه نفر که توی این 12 سیزن تعدادی که توی یه تیم هن توی جامعه هن، تا خود شخص یک شخص
خودشو نشناسه و ندونه چه رولی تو اون تیم داره، مثلا گلره یا رول دفاعی داره یا هر رولی، تا خودشو نشناسه و وقتی شناخت بدونه که خب من اینم و به درد این رول میخونم و رول خودشو بهترین نوع بازی کنه، اون تیم هیچ وقت موفق نمیشه. من اگه یه گل فهمیدم گلرم و به عنوان یه گلر کار خودم رو 100% درست انجام دادم، تیم برد یا باختش دیگه مسئله نیست. مسئله اینه که من بودم کسی که من باید باشم. ولی تا زمانی که عزیزان اون رول خودشونو در این تیم بازی نکنن و به خودشناسی و من نرسن، همه صحبت بخوان بکنن از اینکه آقا داور الست، اون داور بلست، گلرمون اینه، یعنی به جای اینکه ببین آقا رول تو توی منظورتون داور اون فوتباله نه داور ما اینجا. بله داور بنظر نه منظور من نه ما داور ما و این عزیزان ببینید بهترین مثالش همونه. وقتی که شخص باید خودشو بشناسه، باید که نه خودشو بشناسه تا بدونه رولش توی این تیم، توی این جامعه چیه. هر وقت رول خودشو شناخت، رول خودشو درست بازی کرد که من به رولی که رسیدم دوست دارم خادم باشم، خدمت کنم، هدف دیگه ای هم ندارم، هیچی هم نمیخوام، مال دنیا هم نمیخوام، فکر میکنم من وظیفه‌مو انجام میدم به عنوان یه خدمتکار، اون چیزی که لیاقت منه به من داده خواهد شد. روی این حساب آیا این تیم آخر عاقبتش چی میشه؟ اون دیگه رول من نیست. من از اون من داور این تیم نیستم. من مربی تیم نیستم. من صاحب این تیم نیستم. من یه گلرم، من یه دروازه‌بانم. اون من رو شناختم، راهمو پیدا کردم، هدفمو پیدا کردم. من گلریم یا دایا مدافعیم که هدفم خدمت. این رول منه. ولی عزیزان متوجه شدم که قبل از اینکه بشناسن رول خودشون چیه، انرژیشون رو گذاشتن روی اینکه داور تیم، صاحب تیم، نمیدونم اون شخص، این شخص، همه ما، من خوبم، ما بدیم. این مسئله که عرض میکردم در مورد و این تیم حتما نباید یه وطن، یه جامعه باشه، میتونه زناشویی، خانواده باشه. مشکلات زناشویی اگه توجه بفرمایید همینه، همش سر من و ماست. اونجایی که مسائل ناراحت کننده در مورد بچه‌شون از تقصیر تو بود، ما اله کردیم یا تقصیر تو بود، ولی اونجایی که مسائل خوبه، من درآمد داشتم، من کردم فلان، همش تیم منظورم از یک نفر بیشتر. سوربی هستم، به اتفاق آقای اسکویی بفرمایید. می‌خواستم از آقای اسکویی سوالی بکنم و جواب ایشون رو در این مورد بدونم. من معتقد هستم که هر شخصی باید خودش رو بشناسه، خودشناخت باشه. سوال من از شما دو مرحله داره. مرحله اولش اینه که خودشناسی رو من در خودم من باید تشخیص بدم یا دیگران؟ اگه جواب بفرمایید من به خدمت مرحله دوم میرم. جواب شما عزیز من قسمتیش جواب دوست قبلیه که ایشون اون جوابشون از من فرمودن که لطفاً مسائل خود ساده تر بیان کنم. اگر شما عزیزان طالب این برنامه باشید، دوستان عزیز، اولا من از شما از معذرت میخوام، اگه چشم ابروم این کج و وج میکنم، من عادت به این نورا ندارم، من همیشه در تاریکی صحبت کردم، در تاریکی در جستجوی شمع بودم، نمیدونستم به نورافکن میرسم، خلاصه چشمم عادت نداره. ولی دوست قبلی هم پرسیدن که اینا رو ساده تر بگو. عزیزان من، اگر شما اگر تمایل داشته باشین این برنامه رو، من خیلی خوشحال میشم، اونم به خاطر خودم که رولم رو توی تیم بهتر بشناسم، من کیم، گلرم، چیکارم، اون رول رو بازی کنم. الان به اینجا رسیدم. اگر این برنامه رو حمایت بفهمین، من سنتی از این مسائل نمیخوام، ولی طبیعتاً این دوربین و این مسائل خرج داره. اگر شما عزیزان طالب باشین حمایت بفهمین، این مسائل صحبتی از این من نیست که من در از نیم ساعت به شما عرض کنم. برای جواب شما چجوری عرض کنم که خودشناسی، خودشناسی یعنی خود را شناختن، یعنی ما از عقل استفاده میکنیم برای شناختن چیز. شناختن یعنی شما بین یک و دو باید تحقیق بکنید. خودشناسی به مرحله میرسه که از مرحله شناختن میگذره، چون با خودشناسی به کمک عقل قادر نیست، چون عقل میتونه به مسائل محدود، مسائل لیمیتد، مسائل محدود، عقل میتونه در عقل در عالم تضاد کار میکنه، یعنی دو 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 به اضافه 6 میشه 8. ولی خودشناسی، اون خود، اون چیزی که در درون منه، اون چیزی که باهاش به دنیا اومدم، اون انرژیه که در موقع
تولد من در وجود من اومده شما اسمش روح بذارین یا هر چیزی، اون با عقل قابل شناختن نیست، ولی اصطلاحاً میگن خودشناسی، ولی با عقل مقدور نیست، ولی با عقل باید در جستجوش رفت تا به مرحله تسلیم رسید، بعد میره تو مسائل بعدی. بفهمید شما مجبور میکنید منو به فرم دیگه ای سوالمو مطرح کنم. من در اینکه مفهوم خودشناسی چیه مشکلی ندارم، سوال من بر این بود که خودشناسی رو در خود من باید تشخیص بدم که به این شناسایی خودم رسیدم، یا اینکه از فرمی که شما میگید ماشینی باید باشه یا شخصی باید باشه که اون تشخیص بده که من به اونجا رسیدم. در این مورد من میخواستم سوالم این بود که چون من از نظر شخص خودم فکر میکنم خودمو میشناسم و فکر میکنم که میدونم چی میخوام، اما به هدفم که بخوام برسم با مشکلات زیادی روبرو هستم. این مشکلات زیادی که بر من میاد، من نسبت به خودشناسی خودم تصمیمات رو میگیرم و جلو میرم، اینو من کاملا میدونم، اما خودشناسی رو در من این کافیه که من تشخیصش رو بدم یا شخص ثالث سومی باید تشخیصش رو بده یا اینکه دستگاهی هست که باید اینو تشخیصش رو بده؟ چون اگر این قرار باشه به صورت مجهول صحبت بشه، من فکر میکنم کسی بهره نمیتونه بگیره، برای اینکه باز هدف یه چیز یه چیز مجهوله و دست نایابی بهش خیلی بیشتر نشون میده خودشو. یعنی چون مجهوله یعنی چون مجهوله دستیابی به اونم مشکل میشه و احیانا غیر ممکن. ببینین عزیز شما، آخه الان مسائلی که عرض میکنم بهتون قول میدم یه روزی عکس همینا رو خواهم گفت. یعنی خیلی سخته، خیلی ساده تر گفتم، من همونقدر خودم رو شناختم که خدا رو شناختم، همونقدرم من گمم که خدا رو گم کردم. یعنی یک تضادی هست. خودشناسی یه مراحل مختلفی داره. بچه 10 ساله هم خودش رو احساس میکنه، بهش میگه بابا بستنی میخوام یا گشنمه، گریه میکنه، وقتی بهش میگه احساسی میکنه، اون هم مرحله دیگری از خود بودنه. توی مرحله دیگه عمل شما عکس العمل بیرونه که شما احساس میکنید، ولی چون تو مرحله تضاد هستین، اگر احساسی که کردین خوب نبود اونو منفی میدونین، نمیگین اون احساس منفی که کردم نتیجه بودن خودمه، بلکه میگین اون بده که من این احساس منفی رو به من داده. و باز مرحله دیگه اون معنای خودشناسی اصلا محو شدن با بیرونه، یعنی من و ما میشیم یکی. حالا شما فرمایش یا البته از کردم مسئله خیلی سوال شما، شما میخوایی جمله رو بخونین؟ خیلی بذار من یه جمله رو اینجا بخونن برای کتابی رو من مطالعه میکنم، پله پله تا ملاقات خدا در بارزه زندگی و اندیشه و سلوک مولانا جلالدین رومی، نوشته دکتر ابوحسین زرین کوب. بله، توی نوشته که از قطع پیمند با آنچه تعلقات خودیست تا قطع پیمند با خود خط سیری شگرف، پرخطر و صعبناک بود. از قطع پیوند با آنچه تعلقات خودیست که خیلی از عزیزان هنوز تازه به اون مرحله نرسیدن که از تعلقات خودی بگذرن. اینجا داره میگه از قطع پیوند با آنچه تعلقات خودیست تا قطع پیوند با خود، یعنی محو میشه خود و ما، من و ما یکی میشه. اون مسئله، این سوال شما، من نمیدونم عزیز من، شما رو که نمیشناسم که عرض کنم که جواب نظر من در مورد جواب سوال شما چه جوری بگم. عرض کنم خودشناسی یعنی محو شدن من با ما. خودتون نظرتون چیه؟ الان فکر میکنین شما وقتی دارین این کار خودشناسی رو انجام میدید، احساسی که ایشون یه صحبتی کرد، من رو یاد یه سوال انداخت که دیشب یکی از دوستان از آقای زاکری کرد و سوال بسیار قشنگی بود. آقای زاکری به عنوان معمم یا آخوند یا ملا یا هر چی که اسمشون میگیم، یا رهبر به اصطلاح معلم درس مذهبی، میاد اینجا، اونم برنامهش هست آشتی با خدا. یه بیننده زنگ زد گفت شما کی یا طبق چه معیاری به شما مجوز داده شده که خودتون رو بین من و خدا بدونید؟ آقای زاکری گفت که خب مثل اون دکتری که مهندسی که میره امتحان میده، ما هم یه امتحاناتی داریم. باز اون آقا سوالش رو تکرار کرد، چون این جواب آقای زاکری جواب قانع کننده ای نیست و نبود.
این دوست ما سوال قشنگی میکنه. بل. میگه شما خودتون معیاری میدونید یا اینکه میگید هر کسی همونجوری که گفتید اون بچه 10 ساله فکر میکنه خودشو شناخته. بل. خب اگه اینجوری باشه که هر کسی میره هر کاری دلش میخواد میکنه، میگه من شناختم. خب دارن میکنن. پس اوکی است. مسلم. البته جناب استوری در مورد اون مثالی که آقای اسکوی در مورد بچه زدن، من فکر ایشون احساس رو باز با خودشناسی قاطی کردن، چون بچه احساس گرسنگی میکنه گریه یا بچه احساس سوختگی میکنه که باید دایپرش عوض بشه، احساس باز با خودشناسی فرق میکنه. من خودم به شخص مسلمان زاده هستم و اونجایی که من میدونم خدا در حقیقت خود شخص هست با آ، و خدا رحمت کنه شوهر خاله من داشتم که من یک زمانی شعری رو من داشتم که در این شعر خدا رو به زیر سوال می بردم و ازش شکوه می کردم که امیدوارم حالا اگر وقت باشه در برنامه شما دلم می خواد اینو بگم، چون می کنم این یکی از خواستارهای همه بشرهای روشنفکر هستش که این سوالات در مغزشون با خدای خودشون در میون هست ولی جواب اونها داده نخواهد شد. که قسمتی از این شعر اینجوری میگه که خدایا تو را آخر چه حاجت بر رکوع من سجود من، کریمی آه اما در دلم جز غم نمیریزی، میخواهی لبم را یک زمان خندان ببینی تا زمان دیگرم گریان، خدا یافته بود دیگر کدامین پرده را باید درید آخر، چه پرسش ها که میمیرد به لبهایم، نگاهت مانده اکنون با تحقیر بر سر و پایم، تو بینایی تو برنایی تو دانایی ولی میبینم ز پاسخ ها گریزانی جواب این چراها را نمیدانی. این خیلی شعر خیلی طولانیه که من قسمت اعظمش رو دادم، حالا قسمت آخرش رو من خدمتون گفتم. حتما لطف کن یه روزی توی یکی از برنامه ها یا اگر برنامه آقای اسکوی رو محیطش رو یا فضاش رو اونجور تشخیص دادید توی اون برنامه بخونید خوشحال میشیم. حالا اون راجع به شوهر خالتون فرمودی، اون چی گفته در آتون میشه؟ ایشون به من گفتن که خدا شناسی یعنی در اصل همون خودشناسیه، چون وقتی شما خودت رو بشناسی و همون جونی کم البته آقای اسکوی در یک لغتهایی واژه‌هایی یک چیزایی رو اشاره میکنن بهش، ولی به صورتی که بازگو میکنن اونجوری نیست که فکر میکنم ایدهشون باشه که بگن. خودشناسی به نظر من هر شخصی میتونه خودشو بشناسه در صورتی که ببینه رفتار و فرمش با نوع اجتماعی که هست به فرمی باشه که نه مزاحم کسی باشه و نه مشکلات برای کسی باشه. اگر این به وجود اومد اون شخص به حالتی به روحانیتی میرسه، به یک حالتی از حالت معمول انسانی بالاتره. و همچنان که شما میبینید که از قدیم و ندیم در کلام فارسی گفته شده درخت هستی بارورتر سرش بیشتر پایین میاد و فرو افتاده تره به خاطر اینکه سنگینی بیشتری داره، ولی چنار رو میبینید شما سر بیکشیده به آسمون رفته و این میوه و چیزی هم نداره. اینه که به نظر من انسانهایی که افتاده تر هستن اینها بیشتر خودشناسی رو آموختن، بیشتر خودشناسی رو میدونن تا کسانی که حتی خودشون هم نمیشناسن و میان دست توهین زدن میکنن صرفا به خاطر اینکه عقیده یک کسی با عقیده اون یکی نیست، یا صرفا به خاطر اینکه رفتار لباس پوشیدن اون با اون فرم کسای دیگه یکی نیست. اینها رو ما باید متمایز هستن ببینیم و همون جوری که باز در یک مثل فارسی گفته شده یک جالوز به خودمون یه سوزنده خودمون بزنیم بعد اجازه داشته باشیم که یه جالوز به دیگری بخواییم بزنیم، در اینجاست که ما باید خودمون رو اول ببینیم که آیا این عملی رو که ما میخواییم بکنیم بازده این عمل ما این خدشه این کسی وارد میکنه، اجازه میکنم برای کسی وجود میاره، اشکالی برای کسی میاره. اجازه بدید آقای اسکوی هم صحبت کنم. عزیز من قربون شما برم،
خطا پره. اگر دوستان اجازه بفرمان هر کسی یک دقیقه، هدف اینه اگر شما عزیزان تمایل دارین این برنامه رو ادامه بدیم به کمک شما عزیزان. امروز فقط به قول معروف دستگرمیه، اومدیم اینجا که ببینیم واکنش شما، خواست شما چیه. مثلا شخصی مثل شما نشون میده که دوست داره در این مورد صحبت کنه. من مطمئنم شما اگه توی برنامه ای مثل دیروز که راجع به فلسطین و اسرائیل بود شما همچین صحبتهایی رو میکردین، هم من بهتون میگفتم بحثتون خارج از موضوعه، هم دوستان شکایت میکردن. پس فکر میکنم برای شما یه نوعی هم همچین برنامه لازم هست که بیاین تو اون صحبت رو بکنین. بذارید من از شعر شما استفاده کنم و بگم اسکوی تو دانایی فلان هرچی، ولی آخر جواب ما رو نمیدی. خب مثل خدا که جواب شما رو جواب شما عزیز من اینه، در لحظه الان اون طور که شما برداشت کردین درسته، اون راه شماست، اون لغتنامه شماست. ماها یه دونه لغتنامه نداریم، یک دونه دارتون، یه دونه دیکشنری نداریم. هر کسی اون دیکشنری شما وقتی باز کردین اون تو نوشته برای اون چیزی که شما الان باور میکنید، چیزی که قبول دارید، اون تو نوشته خودشناسی یعنی این، و شما طبق اون معنا دارین زندگی میکنین. کار شما درست عزیز من، من جسارتی نکردم، من از اول برنامه عرض کردم هدف من راهنمای دیگران بودن نیست، بلکه جستجوی عزیزانیه که من اون راه رو در من تو اون راه خواهم. من میخوام ببینم من آینده من چیه و اون کسی، این کسانی که آیندهشون من هم من هستم در خدمتشونم. شما درست میفهمید، شما 100% درست میفهمید، مسیر شما اونه، برداشت شما از اون لغتنامه شخصیتون اونه. من جسارتی نکردم در زمینیم که میفرمایین که من گشنگی و احساس و اینا، اگر شما اینطور برداشت کردین عرایض بنده رو درست برداشت کردین. خب پس این بحث رو باگذار کنیم به جلسات دیگه. من ممنونم از شما و من خودم شخصا از شما خواهش میکنم هر روزی که صلاح دیدین توی برنامه من اون شعر قشنگتون رو بخونید. اسم شعر چی هست؟ کفنامه هستش اسم شعر، و البته هیچ به نظر من در این شعر هیچ نوع کفری گفته نمیشه، جز این که سوالاتی رو از نظر منطق در این شعر به وجود میاد و مقطع رو یک مقدار بیشتر باز میکنه که اگر خدایی واقعا وجود داره به اون صورتی که ما بر من و شما یاد دادن که جزای همه رو میده و همه این کارا رو میکنه و چنان قدرتی رو داره، چرا راضی میشه که یک مادری مثلا از مرگ فرزندی سر به بیابون بذاره و یک شخص دیگه ای از محبت زیاد اصلا نفهمه به کجاست. و این تعادل رو چون بسیار قشنگ در این شعر گفته میشه، من 100% این کار رو خواهم کرد برای شما جناب سروی. دو تا شعر هست که من تو زندگی من همیشه داشتم، هیچ وقت نخواستم به کسی بنویسم بدم چون نمیخواستم که این به دست ها بیافته و مثل اون شعر آقای فریدون چیز بشه که تا بگیم که بی تو محتاب شبی از این کروسه گذاشتم همه برگردم بگن همه تم چشم شدم تیره به دنبال تو گشتم، بعد بقیه شون ها بگن بس. این دوتا شعر یکیش در مورد عشقه که بسیار لطیف و زیباست و هیچ شعری رو تا به کنون من ندیدم به این لطافت عشق باشه، و یکیش هم همین کفنامه است که سالهای زیادی رو از خدا میکنه و از خدا میخواد که دلیل این که این باید به رکوع و سجود بره، دلیلی این که این کارا رو بکنه و این کارا رو بکنه چی هست و چرا این بشر به این فرم داره زندگی رو ادامه میده و تو این که خدا هستی کاری رو در موردش انجام نمیدی. و شعر قشنگی سبته، من منظورم هیچ وقت این نفسه که کفری رو در مورد خداوند بگم یا هر کفری رو حتی در مورد هر کسی بگم که مورد ایده و پسند شخص دیگری است. من اگر جناب اسکولی فکر کردن که من خواستم شخصیت ایشون رو به زیر سوال بیارم خواهی میکنم از گفتار من فکر نکردم چیز محبود من این نبود. آقا من یه سوالی دارم، حالا به نظر شما در مجموع بودن چنین برنامه هایی در تلویزیون لازمه؟ یعنی جایی برای خودش میتونه داشته باشه یا فکر میکنید یک چیز به اصطلاح گیج کننده است و مردم رو از اونی هم که اصلا گیجتر میکنه؟ ببینید جناب صوبی، مسائلی که به مذهب برمیخوره و به دین برمیخوره از نظر شخص خود من، البته من میگم در این خانواده مسلمان زاده به دنیا آمدم و
مادری دارم که بسیار متدینه و شایدم به خاطر همین باز کردن من یه مقداری منو در جوانی رام نشده میدونستن، چون سخنهایی گفته میشد و باز میگفتم و برای اینکه افکار رو بیشتر بسنجم بحثایی رو پیش میکشیدم که خیلی ها جرأت نداشتن و خیلی ها حتی میترسیدن که تو حتی در مورد خداوند نباید چنین گونه سخنی رو بگی. ولی نظر من این بودش که من اگر سوالی رو میکنم برای فهم و دانش بیشتر خودم و درش در خودم توهینی نمیبینم، همچنان که اگر این گفتارها نسبت به من گفته بشه من در اون باز توهینی نمیبینم، لذا چون خودم را با خدای خودم یکی میدونم و احتیاجی ندارم که شخصی رابطه به قول من و شما بشه که اون دوست عزیزمون در برنامه اون آقای روحانی گفتن، من معتقد بر این هستم که ماها خدامون هستیم که با خدای خودمون رابطه برقرار میکنیم. ولی متاسفانه در مذاهب، نه تنها در حزب مسلمانی بلکه در مسیحیت و بلکه در چیزهای مذاهب دیگه، اینها گفته شده و به صورتی هستش که خیلی پرسونال میگیرنش و وقتی که اینو خیلی شخصی میگیرنش باعث آزار دیگران میشه. من یک زمانی منیجر یه رستورانی بودم، یه خانم آمریکایی بود، این میومد، من همیشه خانم سالخورده‌ای بود، من همیشه لبخندی به ایشون میزدم و تو رستورانی که میومد ازش مراقبت میکردم. یه روزی من رو بغل کرد، گفت فرزندم به خاطر دل من حرفی رو میزنی؟ گفتم بله که میزنم، چرا که نمیزنم، من هر حرفی رو که بدونم خاطر شما رو خوب بکنه میزنم. برگشت به من گفتش که پس بود حضرت جیزس خداست. منم برگشتم گفتم که بله حضرت مسیح خداست و ایشون خیلی خوشحال شد و همین که اومد از چیز بره در بره بیرون، من ازش سوالی کردم، گفتم حالا خانم محترم میشه شما هم حرفی رو برای دل من بزنی؟ گفت چی بگم؟ من واقعا این مد نظرم نبود که این حرف رو بزنم، ولی همینجوری روی اینکه میخواستم ببینم ایشون چقدر آزاد فکره که این من این حرف رو براش زدم، گفتم شما هم برگرده بود که حضرت محمد خداست. این عصبانی شد، نه اون خدا نیست و این شخص رستوران رو ترک کرد و دیگه من این شخص رو ندیدم. من دلخور شدم از این که یک شخص رو از خودم روندم، ولی در این حال یک مقدار حالت دودلی داشتم که آیا کاری درست کردم، آیا خواسته ای رو گفتم که به یک فرمی توهین بود؟ چون من از نظر شخص خودم حتی هیچ وقت حضرت مسیح و خدای خدا نمیدونم، همیشه معتقد بودم که پدر با پسر مقام جدا داره، پسر میتونه در مکان پدر بشینه ولی هیچ وقت مقام پدر خودش رو نمیتونه به دست بیاره. حالا هرچی که پدر ممکنه نظر مقامی کوچیک باشه و حتی فرزند به جاهای بالاتر برسه، همیشه اون فرزند موظف است که مقام اون پدر خودش رو والاتر از خودش بدونه. چون اینو من نکته اصلی میدونستم، نگاه به خاطر همین بود که ایشون از من خواست که من مسیح رو در جای خداوند قرار بدم، من مجبور شدم که یک جوری با یک زبان ناآگاهی به ایشون بفهمونم که نه، هر کسی رو نمیتونیم ما به جای خدا بذاریم جز خود خدا. بله خیلی ممنون، امیدواریم توی برنامه های آینده بیایی اینا صحبت کنین و شعر بخونین، یک صفایی به این برنامه بدین. گوشی خدمتون باشه، شما صحبت داری یا میخواین شو قطع کنه از تلویزیون بگی؟ نه شما اگر قطع بفرمایید یه لحظه، چون من عرض کردم قطع میکنه، شما از تلویزیون توجه کنید. بفرم عرض کردم دوست عزیز یک دقیقه وقت برای اینکه این مسائل خیلی طولانی و عمیقه، من هیچ برداشت خاصی نکردم، هیچ کسی هم به من حرف بدی نزد، ناراحتم نیستم، هر کسی مسائل از دید خودش میبینه، فقط عنایت بفرمایید یک دقیقه. و سوال ایشون که جواب داده نشد این بود که آیا موافقین با این نوع برنامه یا نیستید، این سوال بود برد. که جواب داده نشد، اگر هستین این تلویزیون از نظر مالی کمک کنین چون تمام اینا هم خرج داره، اگر هم نیستین بنده رو خوش و شما رو به سلامت. این ساعت شما کرونومتر داره؟ برد. من هی زنم که ببینم چجوری زیرو میکنی و کار میکنه، نشده مونی چی. این چقدر یه دقیقه چقدر؟ والا دقیقا نمیدونم، نه اونجا من حواسم خواهد بود بعدا. آره نه آخه چون مثلا از 20 ثانیه شروع کنی مشکله، ولی من می‌نویسم از زیر می‌نویسم، من می‌نویسم. خب یادتون باشه که تو برنامه آقای اسکوئی ما می‌نویسیم یه دقیقه یا بله یه دقیقه یا دو دقیقه وقت دادن
ایشون میخواد سعی کنه رعایت کنه، من هم بهش میگم گود لاک. به قول آمریکایی‌ها گود لاک. نه من نمیخوام تو برنامه شما دخالت کنم. نه نه من نمیذارم دخالت کنم. خدا ما نمیذاریم. ما نمیذاریم. من نمیخوام دخالت کنم. بله ببخشید من از میخوام از حضورتون سوربی هستم به اتفاق آقای آسکویی بفرمایید. چه سلام آقای سوربی و سلام علیکم به شما آقای سوربی. سلام سلام بودم. آجا اصلا واسه برنامه بود راجع به خودشناسی. نه نه. راجع به خودشناسی. راجع به خودشناسی، ولی خب یه جورایی هم هست که خودشناسی به خودشناسی میرسه. من نمیدونم. خودشناسی یه فلسفه دیگه است، یه برنامه دیگه است که با پایینگی نمیشه صحبت. بله. ولی راجع به خودشناسی راجع دوست داشتم قبلا زنگ زد. خودشناسی هشت تا خودشه. تکامل. من میتونم 15 سال پیش یاده بودم یا 300 پیش یاده دیگه بودم. یه ساعت بعدش رو یادم دیگه باشم یا وقتی الان سالم هم یه ساعت بعد من جنون دارم به دسته. این دلیل چیزی هست یعنی همین دلیل که تقابل میره به جرایی کسی نمید و بگه که جنون به سرت بزنه یا برو سکته بکن. این همین دلیل اول سیده و هر کس باید خودشون بشناسه. من اینجوری صحبت میکنم، من اینجوری دوست دارم کسی نه دارم بگه که تو چرا اینجوری صحبت میکنی، تو به یه آقا صحبت اینجوری میکنی یا فلان میکنی. هر کس خودشو باید بشناسه. اگر کسی بگه من خودم هنوز نشناختم there is something is wrong down there، there is something یکی دیگر. یعنی اینجوری که شما میگین ما هر روز خودمون رو شناختیم برای اون روز. یعنی دقیقه به دقیقه عوض میشه، ولی خودش باید همینجوری بره جلو. ولی کسی نمید من بگه تو الان اینجوری باز دقیقه بعدش میشه دیگه باز اون شخص خودشه و تکاملی که انجام میشه بره جلو. بعدا خودشناسی دست هر شخصیه و به این کسی مربوطه میشه آف تو ده پرسون و دیگه اون دیگه یه فرد دیگه هست که آقای حسینی گفتن اگه میخوام راجع به خودشناسی صحبت کنید با پنیر در دل صحبت نمیشید، یه فرد دیگه هست. حالا یه سوالی از شما، شما فکر کنین برنامه های اینجوری جا داره تو تلویزیون یا؟ من واقعا برنامه سوالیه و از آقای فرامد رسوی هم و شما اگه بتونید این برنامه رو ادامه بدید آقای فرزاد. چرزا من اشتباه گفتم تو سرچمون. این واقعا اولین باری که دارم این برنامه رو ببینم آقای سوبی، اگه این برنامه ها باشه واقعا عالیه. خیلی ممنون. شما اون ماجرای سیب و آقا شاپور رو گفتید. بله گفتم و ایشون ندیدن اون برنامه رو. اگه سیب یه دومت بیدید میشد برنامه رو میگوید ایتوان خیلی خندیدم و سلام هم رسونم به تو قربان. ممنون از شما، خیلی ممنون دوست خوب. رسم فرزی جان سلام میبودم فرزاد عزیزمون رو مرتب اینو ما یه مثل دومت هیچ اشکالی نداره. خب انشالله ببینیم ایتونو همیشه از وجود شما توی برنامه همون استفاده کنیم. خیلی ممنون قربان شما، خدا نگهدارت. بله خب این نظرشون اینه که این برنامه ها مفیده و انشالله شما بیانون لطفه فرمان ساپورت کنن چون این دستگاه خرج داره. من پولی نمیخوام. حالا همه میگن اینا اولا یه سالی اومدن بعدن گفتن سپورت، این از روز اول میگه سپورت کن. نه خب این چراغ این بر خرج شما داره. خوبه تکلیف تو همه اول باشه. همون اول اولا میگی یه دقیقه یا دو دقیقه بیشتر صحبت نکنی، بهشون میگی ما نگیم بگیم من. خب این راه من عزیزان، عرض کردم اگر سپورت نکنین ما رو خوش شما رو به سلامت عرض میکنم. عرض میکنم ها؟ شما گفتیم ما رو خوش آره گرفت. ما رو خوش شما رو ما یعنی دوتا من ایشون هم میبرم. بله بفرم. سوربی هستم به اتفاق آقای اسکویی بفرم. سلام علیکم آقای سوربی. سلام حال شما خوبه؟ مرسی آقای. در راجع با خودشناسی آقای سوربی جان، من یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم آیا اصلا خودشناسی یعنی چی؟ خب همینه که میخواد بیاد این بحث رو شروع کنه، باز کنه، با شماها صحبت کنه، نظرات شما و دیگران رو سوال کنه، نظرات خودش رو هم که رفته تحقیق کرده به شما دوستان بگه، با شما در میون بذاره. این رو هم میگه تو نیم ساعت. ببینید تو این برنامه گفتم که چون برنامه آقای انصاری بوده و الان چند هفته است ایشون نمیاد، ما سوء استفاده کردیم حقیقتا. من اومدم پریدم روی این قطاری که در حرکته، ایشون هم اونجا وایساده بود و گفت من برنامه هم میخواد شروع بشه، شدیم ما دوتایی اومدیم. ولی برنامه این بود که معرفی کنیم آقای اسکویی رو و خدمت شما دوستان بگیم که برنامه از ایشون به زودی در این تلویزیون فکر کنم از فردا پس فردا به اصطلاح اجرا میشه که راجع به خودشناسی هست تا خدا میدونه که به کجا برسه. ولی شما درست میگین توی یعنی ایشون هم میگه دیگه توی این فرصت کوتاه نمیشه. ما برنامه اینه که به نظر شما این برنامه مفید هست، احتیاجش هست توی جامعه ایرانی؟ اگه هست بیاین بگین سپورت کنین، حمایت کنین تا راه بیفته. خب
موقعی که شما سوار قطار میشید میدونی که ما هم قطار به شما هستیم. من در ضمن معرفی نکردم خودم هاشمی هستم. حالتون خوبه؟ بله آقای هاشمی عزیز، خیلی ممنون. سلامتی. قربان شما. خدمت شما عرض بکنم، این برنامه ما بسیار جالبه. من خودم شخصا فکر میکنم هر برنامه‌ای در مورد هر موضوعی جالبه، حتی در موضوعات حالا بین مثلا رابطه مرد با زن، دوست پسر دوست دختر، توجه میکنید اینا خودش آموزنده است برای جامعه، چون جامعه همه این چیزها رو در بر داره. اینه که واقعا برنامهاتون مفیده و خیلی هم خوبه و ما لذت میبریم. ممنونم از شما. رابطه من یه چند تا سوال میکنم انشاءالله برای برنامه بعدی که انشاءالله من وقت داشته باشم و توجه بکنم. بله بله. خدمت شما عرض کنم، آیا خودشناسی همون دانستن خوب و بده که انسان خوب و بد رو بدونه و از بعد دوری بله. دوری کنه و خوبی رو فقط انجام بده؟ آیا شناختن واقعا نرم ها و تابوهای جامعه؟ آیا شناخت فرهنگ؟ آیا به اصلا برسونم خودشناسی بنویسید دفعه دیگه توی برنامه آقای اسکویی که احتمالاً از فردا شروع میشه. و یک خبر خوب دیگه هم دارم که دوست خوبمون آقای خسرو رنجبر، این جوان فعالی که شما همتون میشناسیش که هم واقعا موزیک قشنگ میزنه، هم هنرپیشه خوبی هست، هم جوان خوبی هست، مهمتر از همه برنامه ای رو داره از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن به نام دکه خبر. ما گفتیم دکه خبر یا دکه خبری، برنامه ای از خسرو رنجبر، توی پرانتز هم می‌نویسیم توده، چون رنجبران هم میشه توده مردم هستن. بعد میاد با تو صحبت میکنه، شما این سوال‌ها رو بنویسید، هر کدوم از این سوال‌ها ساعت‌ها و سوال‌ها طول می‌کشه راجع بهش فکر کنیم صحبت کنیم، ولی این سوال‌ها هستن که همیشه تو فرهنگ ما بوده، باز میگن ما بوده و هست و خواهد بود، ولی بازگو کردنش و به اصطلاح جویا شدن و رفتن دنبالش یه مقداری مسائل رو آسان‌تر میکنه و حل میکنه. ممنونم از شما آقای هاشمی عزیز، سلام برسونید و انشالله در برنامه آینده به این سوال شما پاسخ درست حسابی داده میشه. ممنون از شما. خدا نگهدارتون. میدونید که ساعت 7 برنامه ما و شما هست و معمولا دوستانی که توی این برنامه شرکت میکنن از قبل از 7 میان اینجا و من منتظر هستم که آقای سرشار بیان، اگر به دلیل اینکه هنوز اون حالت جسمانیشون ممکنه ضعیف باشه و نتونن بیان، من یا یکی از دوستان دیگه اون ساعت اول رو در خدمتون خواهیم بود و میخوایم که از آقای سرشار تلفنی با همون تماس بگیرن و گزارشی رو در باره کشتی که در نیویورک انجام شد به طور خبر و مفسر ورزشی برای ما بگن، چون من سوالی داشتم. مخصوصا من توی برنامه گفتم از آقای سرشار سوال میکنم نظرش راجع به اون دوتا کشتیگیری که کشتی نگرفتن چی هست. امیدوارم بتونه ایشون خودش بیاد اینجا، اگه نه تلفنی با شما صحبت کنیم. 10 دقیقه وقت داریم صحبت میکنیم تا 7، بعد 7 یک استراحت کوتاه میگیریم و دوباره یا بنده یا دوستان میان در خدمت شما خواهند بود. اگه اجازه بدین ما یکم حالت برنامه رو عوض کنیم و بریم به طرف اون چیزایی که با من سر و کار داره. من میدونید خیلی از حالات عرفان چیزی حالیم نیست و این چند روزی که آشنا شدم با آقای فرزاد اسکویی فعلا تو من و ما گیر افتادم. هر وقت میخوام یک کلمه حرف بزنم اول یه چند ثانیه مکس میکنم ببینم این فرزاد دور بر من نباشه که ایراد بگیره بعد میگم. من نه. ولی خیلی خوبه که آدم مواظب حرف زدنش باشه، مواظب رفتارش باشه. من یادم میاد به این وقتی که پلیس رو میبینین، دیدین تا چند تا بلاک که شما میرین درست رانندگی میکنین، ولی دوباره وقتی نمیبینیمشون کار خودمون رو انجام میدین و فرزادم پلیس صحبت کردن شده برای من. تا من میگم ما میگم اوکی ببخشید. بریم سراغ امروز که سه‌شنبه 16 سپتامبر هست، برابر با 25 شهریور 1382. یک خبری که خوندم توی iranianhistoryondisday.com که سایت اینترنتی هست توسط دکتر نوشیروان کیهانی زاده تهیه میشه و من از این بابت ازشون ممنون هستم، خیلی جالب بود. این بود که 25 شهریور روز بزرگداشت سالخوردگان در ایران باستان.
ایرانیان عهد باستان نخستین مردمی بودند که برای ادای احترام و بزرگداشت و سپاسگزاری از سالخوردگان روز مشخصی را در سال تعیین کرده بودند و این روز 25 شهریور ماه هر سال بود و قدمت آن به 3000 سال پیش می‌رسد. در آن زمان و تا 14 قرن پیش روزهای هر ماه ایرانی نام خاص داشت و روز 25 شهریور اشیشوانگ خوانده می‌شد که روز رحمت خدا، اخلاقیات و معنویات و روان پاک بود. ماه شهریور یا شهریور تلفظ می‌شد ماه شهریور یا شهریور تلفظ می‌شد چون در ایام نوروز هم به دستبوس پیران قوم رفتن رسم بود. این مراسم اختصاص به نوروز یافت و به تدریج روز سالخوردگان تو پرانتز 25 شهریور کم رنگ شد و در ایران فراموش گردید. در سال 1720 میلادی جاماس به ولایتی که دستور زردشتیان کرمان بود به بمبئی رفت تا تاریخچه روز سالخوردگان را با سایر محققان پارسی هند بنویسند و آن را زنده کنند که بعداً مینوچهر هومجی یا هومجی از پارسیان بمبئی هند این کار را کرد. ژاپنی‌ها 15 سپتامبر یا 24 شهریور را به عنوان روز سالخوردگان برگزار می‌کنند که گمان نمی‌رود ربطی به روز باستانی سالخوردگان ایران داشته باشد. روز 17 سپتامبر هم در آمریکا روز شهروند است که قبلاً روز قانون اساسی بود. باید توجه داشت که از دو دهه پیش توجه به سالخوردگان و بازنشستگان در سراسر جهان چشمگیر شده است. نخستین قانون کیفر عمومی ایران عدم توجه فرزندان به والدین سالخورده را جرم شناخته بود که مجازاتی از درجه جنحه داشت. پس بیایم به سالخوردگان توجه کنیم و نشون بدیم که اون فرهنگ ایرانی که 3000 سال پیش انجام میدادن هنوز در ما وجود داره و ما بهش پایبند هستیم. از طرفی امروز مصادف هست با اون زمین لرزه مرگبار طبس. 25 شهریور 1357 چند ماهی قبل از انقلاب در جنوب خراسان به مرکزیت طبس زمین لرزه شدیدی روی داد که حدود 25 هزار تن تلفات داشت. این زمین لرزه در جریان انقلاب ایران روی داد که مخالفان سلطنت از ضعف‌های دستگاه‌های امداد و نارسایی‌های مربوط برای انتقاد از دولت بهره برداری کردند. خب یاد اونهایی هم که در این ماجرا از بین رفتن گرامی باد و من این دو خبر به نظرم مهم اومد. خبر دیگه هم هست، امروز مصادف هست با روزی که رضا شاه کنارگیری کرد و بعدش هم ایران رو ترک کرد که خود اون بحث بزرگی هست و میشه یه برنامه رو بهش اختصاص داد، ولی این برنامه چون معرفی آقای فرزاد اسکویی بود ما برمیگردیم به چند تا از تلفن‌های شما پاسخ میدیم، بعد استراحت کوتاهی میگیریم، شما هم استراحتی بکنید و بیایم به برنامه ما و شما توجه کنیم. خب بریم سراغ تلفن. سوربی هستم به اتفاق آقای اسکویی، بفرمایید. سلام علیکم. تلویزیون رو لطفاً کم کنید و از تلفن با ما صحبت. خیلی خوشحال شدم که تونستم که شما رو بگیرم. ما هم خوشحالی بود. در رابطه با این که البته نظر منه، من میخواستم بگم که خودشناسی یعنی خودشناسی و جهت خودشناسی اول باید ما ببینیم از کجا اومدیم، چیکار باید بکنیم و به کجا داریم میریم. این سه سوال رو اگه ما بتونیم پیدا کنیم، خدا رو پیدا کردیم، بعد هم میرسیم به خودشناسی که فکر میکنم برای خودشناسی میتونیم شروعش این باشه که به عیب دیگران نگاه نکنیم و ببینیم اگر کسی عیبی هم داره ببینیم خودمون اون عیب رو داریم یا نداریم، اگه داریم برطرفش کنیم، اگر هم نداریم که ادامه بدیم. من فکر میکنم این روش خودشناسی. شما وجود چنین برنامه هایی رو لازم میدونید توی تلویزیون ها؟ بسیار زیاد. بله، خیلی ممنون از توجهتون و تماستون. امیدواریم که این برنامه به زودی شروع بشه و دوستان خوبی مثل شما هم تو شرکت کنن. متشکرم. ممنون عزیزم. شما صحبتی دارین در این رابطه؟ خیلی نظر خلاصه خدمتتون عرض کنم چون خیلی رو خطر. اون مسئله که شما فرمودین هم قسمتی از راه خوش، یعنی شما توی مرحله توی این تونل که هستین یه قسمتی از اونطور که شما می‌بینین، حتی اون کسی هم که عیب و ایراد در بیرون می‌بینه اون هم تو مرحله درست خودش. یعنی همش مراحله، هیچ کدوم من نمیتونم بگم راه شما یه راه دیگری اشتباس. مهم اینه که راه من برای من درست، ایمانی که من برادم. بفرم. بله، من یه
آگهی بخونم، من درد مشترکم، مرا فریاد کن. میدونید که الان این ایامی که ما هستیم مصادف هست، شهریور مصادف هست با اون کشتار سال 1367 در ایران که هنوز بدون این که پرونده‌ای ساخته بشه و باز بشه مونده و دوستانی که اینجا دستن در کار هستن از جمله خانم آزیتا شفازند اومدن برنامه‌ای رو گذاشتن در واشنگتن و از شما دوستان میخوان که بیان شرکت کنین و به غیر از شرکت کردن اگر راهتون دوره و نمیتونید بیاین حمایت مالی و معنوی بکنید. من این رو براتون میخونم. میگن 15 سال از فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 میگذرد. گرامی بداریم یاد هزاران دگراندیش را که در زندانهای جمهوری اسلامی قتل عام شدند. برنامه شامل خاطرات زندان توسط شاهدان عینی بازماندگان آن فاجعه، موسیقی و آوازهای زندان توسط زندانی سیاسی سابق، سخنرانی، نمایش فیلم و اسلاید و برنامه‌های دیگه که شامل اثرات زنده یاد زهرا کاظمی هست. فکر کنم منظورشون عکس‌هایی هست از ایشون چون روزنامه‌نگار بودن، توسط روحی و فکری فرزند ایشان استفان کاظمی. فرزند ایشان پس در این برنامه هم خواهند بود. برگزار کنندگان جان روح همیشه بله برگزار کنندگان اتحاد چپ ایرانیان، جمعی از زندانیان سیاسی سابق و جمعی از خانواده‌های قربانیان کشتار 1367 با حمایت از اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در واشنگتن. زمان برگزاری یکشنبه 21 سپتامبر ساعت 6:30 بعد از ظهر. مکان هست آلیس دیل جونیور های اسکول، آدرسش هست 3815 فورت درایو نورث وست. یه توضیحی گفتن این خیابون فورت درایو آف نبراسکا و نبراسکا اونیو و کانتیکت اونیو هست روی ویسکانسین، که من فکر کنم اونایی که آدرس از روی نقشه میرن یا روی ایمیل همون 3815 فورت درایو نورث وست رو که شما بزنید واشنگتن دی سی زیپ کد 20016 اون آدرس رو پیدا میکنید. من در این رابطه سعی میکنم که خانم آزیتا شفازند رو یک بار دیگه توی این برنامه بیارم. شما هم میتونید با ایشون با تلفن 202-497-6767 تماس بگیرید که اگر مایل هستید کمک های مادی، معنوی و یا احیانا داوطلب بشین در کمک کردن به این عزیزان بتونید وقت داشته باشین برنامه ها رو ترتیب بدید. پس من یک بار دیگه این شماره تلفن رو میخونم خدمتتون 202-497-6767. از طرف جبهه ملی ایران در آمریکا برنامه‌ای داره که جشن بزرگداشت دکتر محمد مصدق پیشوای فقید ملت ایران هست. تاریخ برگزاری شنبه 27 سپتامبر هست و محل برگزاری آمفی‌تئاتر کالج نووا، نشانیش هم هست نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج 8333 لیدر ریور 10 پایک. توی اون سالونی که هستن ریچارد جی ارنست کامیونیتی کالچورال سنتر هست، همیشه برنامه ایرانی معمولا تو اون هست، سالن بزرگی هست. ساعت شروع برنامه 6:30 دقیقه بعد از ظهر. برنامه جشن بر بخش های زیر مشتمل خواهد بود: پیام جبهه ملی ایران، نمایش عکس اسلاید از رویدادهای دوران زمامداری دکتر مصدق، سخنرانان جشن دکتر سعید فاطمی استاد دانشگاه و منشی دکتر مصدق در دیوان بین‌المللی لاهه و خانم سایه سعیدی سیرجانی و مهدی جلالی همراه با موسیقی اصیل ایرانی با آوای خانم مینا رضوانی و همکاری نوازندگان هنرمند فریدون کامرانپور، محمد امامی، دکتر علی فاطمی و منوچهر سبایی. برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن 703-757-6668 تماس بگیرید. منتظر هستم که آقای بهار فردا اینجا برنامه رو به اصطلاح ترتیب بده تا بتونیم یه تبلیغ کوچولو درست کنیم که شما یه ویدیوی کوتاه هم ببینید از این برنامه ها. ولی میتونید برای خبر بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید برید www.jebhe.org. اسپل جبه هم هست JEBHE، همون جوری که میگیم آخرش دیگه ه نذاریم، jebhe.org. ممنونم که شما صبر کردین. ممنونم از یکایک شما دوستان. یه دو تا تلفن دیگر بگیریم یا من ببینم اگرم میشه همینجوری بریم تا 8 ببینم آقای سرشار بریم تا ابدیت، چون آقای سرشار وقتی میان اینجا و ما میدونیم که باید برنامه رو قطع کنیم دوستان بیان. حالا من تعدادی از دوستان رو دیدم ولی آقای سرشار رو ندیدم. بریم تا ابدیت. بریم تا ابدیت. ابدیت ساعت 8 دیگه بریم.
سوربی هستم، اتفاق آقای اسکویی بفرمایید. آقای سوربی محجور هستم، سلام علیکم. آقای محجور عزیز سلام، چطوری؟ آقای سوربی شما قبلا یه خود وفاد. نه 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 نه، امروز هر چی زنگ زدم به اون تلفن بیزی بود. گوش کن، من شاهدم گرفتم، همون که آخرش 871. شما منو بگو شاهد بگیرید. نه 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 آقای اینجا بود، من هی زنگ زدم، رفتم نهار خوردم اومدم دوباره زنگ زدم، گفتم خب خوشحالم که اگر دوست خوبی نبودم برای مهجور که برم بیمارستان، اقلا وظیفم رو انجام دادم، به دوستان گفتم که آقای مهجور تو بیمارستانه، اونا دارن زنگ میزنن و مشغول میگن. اولا که وظیفت باید بیای، این بحثا نکن، نمیام سر جو. فردا میام بهت سر میزنم. اون که میخواستم تبریک به آقای اسکویی بگم، تلویزیون درست انتخاب کرده و ایشون شخص بسیار فهمیده و باشوری هستن، واقعا تبریک میگم به شما. کجا هستی تو؟ تبریک میگم به ایشون، کمپری که آغاز کردی. و ضمن میخواستم بگم حتی در حال مرگم آقا سوربی دارم جون میدم و روزی 50 رو میگم مرگ و جمهوری اسلامی. میگم آقای مهجور شما تو بیمارستانی یا خونه هستی؟ تو بیمارستان آقا. تو بیمارستان مگه تلویزیون داری که ما رو ببینی؟ نه یعنی کانال ما رو داری اونجا؟ نه قربان بده، آخه من عادت شما دوست دارم قربان، من ژانر این کشورم میدونی که. آها پس گزارش بهتون شما میاد. آره تو گفتم شما تو اونجا گفتم ما بدون اول از من ببین دیگه حالی بدن. خیلی ممنونم. این آقای مهجور بعضی وقتا منو میترسونه، آخه شک کردم، گفتم فرفکس هاسپیتال لابد اومده برای اینکه مهجور توش بیمارستان چیز بستری هست، برای شفته دیشم واسه کرده. مهجور جان امیدوارم که حالت خوب بشه. من میگم که خود دوستانم بخندن، یک جمله خیلی کوتاه. بد نباشه. نه بد نیست. بگو. چیز کوتاه. از اون بود که ما از روزی که اومدیم اینجا روز 15 تا خون ازم میگیرن. بله بله. بابا کن چی میگم؟ هر روزی حداقل 50 تا ادارتت میگیره. ما دیگه ظرف رو خالی نمیدیم. پول میدیم شاید کمتر از اون بکن. آخرت میگه آقا زیاد میگه خب بس بخور چیکار؟ نه دیگه قبول شد. مهجور این آقای مهجور هم ماجرایی هست، انشالله حالتون خوب بشه. بله ایشون میدونید که گویا ناراحتی معده پیدا کردن و سرکارشون به بیمارستان کشیده شده و اتاق 871 در بیمارستان فرفکس توی ویرجینیا هستن. اگه دوستان میخوان زنگ بزنن، من این شمار تلفن رو الان با خودم دارم، فکر کنم داشته باشم. بله شما باورتون میشه من توی یکی از برنامه ها گفتم من اینقدر کاغذ زیاد دارم که دیگه نمیتونم پیداش کنم. یکی از دوستان من که بچه هاشم طرفدار برنامه هستن گفت دیدم پسرم بلند شد رفت، این معمولا تکون نمیخوره وقتی تو اونجا هستی. بعد گفتم که کجا میری؟ گفت رفتم دنبالش دیدم رفت تو اتاق کار من و یک کیفی آورد. گفت که بابا تو این کیفو که استفاده نمی‌کنی، این کیفو برو بده آقای سوربی که کاغذاشو توش نگه داره. حالا این دوستمون دیروز میگفت که من یادم رفت کیفو برات بیارم. در هر صورت ممنونم، اینها همه نشون دهنده اون لطفی هست و اون واقعا خلوص نیتی که ماها به هم دیگه داریم، ماها هم از این ور هم از اون ور، و من به خاطر این ممنونم. یکی از صفاتی که شما همه دوستان چه اونایی که با من موافقید چه مخالفید از نظر فکری همیشه به من گفتید که من با تو مخالفم ولی از صداقتت خوشم میاد، این رو من مدیون شما دوستان هستم که باعث میشید همینجوری بمونم و خودم رو عوض نکنم. من تنها ثروتی که توی زندگی دارم همین صداقت شیرازی هست که همراه خودم یدک میکشم. امیدوارم شما هم بنده رو با این صداقت با یک مثل یک پکیج با هم قبول کنید. حالا دیگه خوب و بد رو باید با هم قبول کنید. من ممنونم از شما، اگر اجازه بدین شما برید دیگه تلفن‌ها رو جواب بدین، چون فکر کنم آقای سرشار نیامده. اگه بتونم شما منو بزنین لطفاً دست شما بزنم. چش سوربی هستم به اتفاق آقای اسکویی عزیز، بفرمایید. سلام آقای سوربی. سلام و درود به شما. شما بخیر. مرسی عزیز. در مورد مسئله که آقای فرزاد اسکویی گفتن، من میگم شما با وجود داشتن برنامه مثل آقای دکتر هروی که از نظر مولانا شناسی و که از نظر خودشناسی به نظر من به عنوان یک نفری که تا یه جایی خودم رو شناختم، من فکر میکنم آقای اسکویی هنوز اینقدر منطورت تجربهی ندارن که بخوان اینجوری یه برنامه تلویزیونی به این سنگینی رو اداره کنن، به دلیل اینکه در مجموعه برنامه که الان داشتید و من نظاره‌گر بودن، اینکه ایشون اصلا طاقت
نمیدونم اون خودشناسی که آقای استیشاه بهش رسیدیم و خداشناسی با کدوم آفریدگار شما بهش رسیدید که اینقدر کم طاقت نظر من آمدید؟ چون شما وقتی خداوند رو بدون واسطه پرستش کنید تازه اول صبور بودن که میشه و اول اینکه تمام پنجره هایی که باز میشه به روی شما این دوست داشتن همه طاقت داشتن و تحمل داشتنه. اون قسمتی که راجعی توضیح صورت کردید من با شما بسیار موافقم، چون خیام هم در فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 800-900 سال پیش به اینجا رسید که از روز همان به اون ترابط بود در روز. یعنی ما هرچی که صحبت میکنیم هر نوعی که سخن میگیم همون چیزی که از درون ما بیرون میاد. حالا من شاید تونسته باشم با لغتی بهتر این رو بگم، نه اینکه اگر همه محصول آفریدگار رو دوست داشته باشیم برای مثال زدن از حیوانات استفاده کردن به نظر من اون هم یه جورایی درسته. من فکر میکنم با من یک ایرانی آقای اصلی بیشتر از این باید تجربه دست بیارن برای اینکه یه همچی برنامه سنگینی رو اجرا کنن با ما شنونده هایی که بیننده هایی که شما میدونید از هر تفکری هستیم و با هر طاقتی و با هر کوزهی که بعضی ها آف میشه و بعضی ها چیزای دیگه توشه. اینه که برها شما نظر خواستید. ممنونم از نظرتون. شما دوست دارید خودتون رو معرفی کنی؟ من دوست چرا خودم معرفی کنم؟ دوست دارید شما فکر میکنید؟ من فکر کردم شما اون کسی هستین که من میشناسم. گفتم شما حتما من اون کسی هستم که شما میشناسید. ولی نه اوکی، من گفتم البته از نظر نمیخواد تو تاریکی باشم، خودم معرفی میکنم. من این شخص نه، چون صداتون رو مردم میشناسن. من گفتم که یعنی من سعادتی هستم. سلام خانم سعادتی. خواهش میکنم. به همین دلیل امیدوارم که شما کسل نشده باشید از این اظهار نظر من. نه، حالا من یه توضیحی دارم با عزتتون. من همون سوال کردم که شما خودتون معرفی کنید. بگم که خانم سعادتی برنامه‌ای دارن توی تلویزیون پارس، اشتباه نکنم؟ آها، تلویزیون پارس. تلویزیون ملی؟ نه خیلی. کدام تلویزیون پرد؟ من شما رو میشناسم، کاری به تلویزیون فقط کانال چون چرخوندید یه جایی برنامه نه ایشون خودشون یه برنامه دارن کانال یک، بله بله، و توی اون برنامه خودشون معرفی میکنن. مثلا یک دفعه خانم فرخرو پارسا رو معرفی کردم، من لذت میبرم از برنامه ایشون. من در رابطه با این توضیحی که شما دادین اگه اجازه بدین یک توضیح کوتاه اضافه کنم. همونجوری که خود آقای دکتر هروی بارها گفته و بعضی ها وقتی بهش زنگ میزنن میگه که بابا جون تو اونجایی هستی که مثلا من 30 سال پیش بودم، برو وقتی رسیدی به ما بیا. حالا ما فکر کردیم که شاید این آقای اسکویی، ببخشید من نمیخوام بی احترامی کرده باشم، اونجایی هستن که آقای هروی صحبتشو میکنن و اون دوستانی که توی اون برنامه میرن و خدای نکرده آقای هروی برنامه‌شو به اصطلاح از اون حالت به اصطلاح پله پله رفته بالا رفتن دارن استاپش میدن و اسلوش میکنن، میتونن بیان توی این برنامه. ولی شما صحبتی که میکنید درسته، خدا شاهده من میخواستم بعد از برنامه تنها نصیحتی که با آقای فرزاد اسکوی میکنم اینه که بگم یه مقدار بیشتر صبور باشید، چون ایشون تو رادیو بوده، رادیو مردم نمیبیننتون، اینجا شما هر حرکتی زیر ذره بینه. ممنونم از شما خانم سعادتی. من تقریبا نوع نگاهشون رو درستش میکنیم خانم سعادتی. شما چند بار که بیان که اون طرف دوربین میشینین اینه که این ور توی مناظر نیستین. بله ببینید، حتی با قلم یه چیزی یواشکی نوشتن رو کاغذ هم از دید مردم دور نمیمونه. بله، البته من همیشه عادت دارم خط همیشه من خط خطی میکنم. مردم همیشه در همین موضع خواهم ایستاد و آقای اسکویی هم خودشون جز مردم و خدمت گذار دیدن. اینی که شما تو همون اندازه که توی یه دقیقه نمیتونید به من یاد بگید، توی یه دقیقه هم نمیتونید یاد بگیرید. اگر شما آمدید که از تجربه دیگران هم یاد بگیرید، اینه که به نظر من نمیدونم اصلا عذرم نمیخوام به خاطر نظری که نه نظرتونه، چرا بخوان عذر بخوان. ولی خداوند رو چون من هم شناختم و بزرگی پروردگار رو بسیار شناختم،
و اون چی که از اون خورشید به من تابیده اینه که خبر رو دوست داشته باشم و طاقت داشته باشم در مقابل دیگران و هرچی میگه فقط اون کوزهی باشه که به هر حال آتیگه درونه نریزه بیرون. برای من حضرتیز امیدوارم که محفظ بشه. ممنونم از توجهتون و تماس تلفنی با این برنامه. خیلی ممنون خانم سعادت. خدا نگهدار. بله این خانم سعادتی، من نصیحت هایی که میکنن گوش میدم در جهت بهبود برنامه ها، تا حالا مفید بوده. من دوستان و معلمان بسیاری دارم که از یکایکشون جا داره تشکر کنم. همین آقای بهار که شما بعضیاتون هم به من میگین نگو استاد منه، واقعا به من خیلی نصیحت کرده، گوش دادم و فکر میکنم بهتر شدم. آقای حسیبی، آقای شهبازی و دیگر دوستانی که حالا یکی یکی دیگه نمیشه اسمشون رو برد، چون من خیلی از اینا یاد گرفتم تا تازه رسیدم اینجا. بدونید که چقدر اوضاع احوالمون خراب بوده. ممنونم از یکایی که شما بریم. من اینجا دوست دارم از آقای علی سرشار خواهش کنم، چون این تلفن ها رو من بینم مشغول هست، ممکنه ایشون هم به این تلفن ها زنگ میزنه، زنگ بزنه به اون شماره تلفن 703-255-5500 و ما اینجا اون تلفن رو منتقل کنن تا صحبت کنیم، چون قرار شده که آقای سرشار 10 دقیقه ربع ساعتی گزارش اون برنامه ورزشی رو بده و از همه مهمتر گزارش وضع جسمانی خودشون رو. که وقتی سوال کردن خب چی شده اینا، بله گفتن که من خودم هم نمیدونم، دکترم که رفتم سر در نیاوردن. من و ایشون به این نتیجه رسیدیم که از بدنشون زیاد کار کشیدن و بدنه داره زرنگی میکنه و به ایشون یه ندایی داده که اگه من استراحت ندی مثل این 2-3 روز اینجوری میخوابم. در اصل دوستان مواظب جسم خودتون باشین، همونجوری که بعدن آقای اسکویی میاد مواظب روحتون خواهد بود. نه قلا نه بله. سوری هستم بفرمایید. سوربی هستم به اتفاق آقای اسکویی، بفرما. درود. الو الو بفرما. درود به سرور سوربی و سرور اسکویی. از شمال کالیفرنیا زنگ میزنم. شما ما رو بنده رو اقلا خجالت میدین بفرمایید سرور. نه هستید قربان. ممنونم عزیز. من به مطابق عقیده شما هستم، هر کسی که به من چیزی یاد میده استاد منه، همچنان آقای دکتر جلیل بهار و شما، و حتی هنوز که هیچ چیزی از آقای اسکویی نشنیدم، فکر میکنم اگر ایشون هم چیزی به من یاد بدن استاد من هستن. و اما من چون از رسته برنامه وارد شدم، بجز پرداختن به گوهره وجود و پیدایش خودشناسی، آیا این دنباله پیدا خواهد کرد به برنامه های چرچ و به اصطلاح کلیساهای ایرانی؟ او نه، ایشون اصلا نه مسیحی هست نه ایرانی هایی داریم که تازه مسیحی شدن قربون. بله بله. و در کلیساهایی هستن، ماشاءالله بودجهشون هم خیلی خوبه و من تعجب کردم، چون فقط این به عنوان یک سؤاله. آها. اونجا نه من حتی قبل از برنامه گفتم که بگم برنامه شما چیه؟ فرهنگیه، عرفانیه، سیاسیه، مذهبیه؟ ایشون گفتن برنامه من سیاسی نیست. گفتن خب پس مذهبی هست. خندید گفت مذهبم هم همون سیاسته. همین شما گفتیم دیگه. قیافه شما خیلی مثل چرچ کلیس چیز هست. دوستان رو نگیرم، اگه این برنامه میره بهتر از چرچهای ایرانی در بیاره، من اصلا با این برنامه شما موافق نیستم و این گروهی برای که دیگه خسته شدیم. بله خیلی ممنون، خوشحالم که شما این رو گفتید که خودمون انتخاب کردیم. بله بله. و احترام هم بهش داریم و نگهی داریم و کسی رو لازم نداریم به ما یاد بده. بله. ولی اگر سرور اسکویی درباره گوهره وجود فقط میپردازن و انسانیت، من شاگردشون خواهم بود و از تبریک میگم که به این برنامه اومدید. خیلی ممنون از تماستون. بله خب خوشحالم. من خیلی متشکرم از لطفتون عزیز من. به نظر من مذهب دو قسمت داره، یه قسمت راه و روش زندگی که به ما مربوط میشه و من در ما، یعنی مسائل اجتماعی، و یه قسمت عرفانی داره که در همه این مذاهب این دوتا مسئله هست. من با قسمت راه و روش کاری ندارم، فکر میکنم هر کسی راه و روش زندگی خودش رو علل خصوص تو این زمانه اینترنت به راحتی پیدا میکنه. در ضمن من اصلا کاری به اون یک مسئله کاملا شخصیه که شما چه راهی رو برین و خوشحالین از اون راهی که میرین و تو جامعه قوانین بنز کافه. صحبت من سر همون مسئله که شما فرمودین اومدم که کسانی رو که باشون آشنا بشم که من متوجه بشم تو اون مسیر دارم میرم، یعنی یک راهنمایی برای من باشن، یه چراغ تو تاریکی که در حال حاضر
بر مسیر خودم رو بشناسم و شاید برای کسانی که تو مسیر من دارن میان یه چراغ کوچیکی باشم. خلاصه در جستجوی همین مسئله‌ام. و دوست عزیز خانم محترمی هم که قبلا زنگ زدن که فرمودن به نظر ایشون خدا رو پیدا کردن، خوشا به سعادت شما خانم، ای کاش روزی بشه من افتخار شاگردی شما رو داشته باشم. انشالله شما همیشه تو برنامه تشریف بیارین، راهنمای من باشین. و اینکه میفهمین من آگاهیم کمه 100% درست میفهمین. جناب دکتر هروی توی به قول خودشون توی ایستگاه دیگن خانم، ولی ایشون هر روز انقدر نیم وقت ندارن. بالاخره این عنایت رو بفهمین، لطف بفهمین، بذارین شاگردای مثل منم جلو دوربین باشن که عزیزان اساتیدی مثل شما بیان به ما یاد بدن و به کمک بودن من اینجا اگر صلاح بدونین نادانانی مثل من هم دانا بشن و تو این تاریکی جهانی مثل شما به اون درجه برسن. باز ممنونم. خب بریم سراغ دوستان و اگه اجازه بدین دو تا تلفن بگیریم، بعدش دیگه ما خداحافظی کنیم. من سوال دوستمون می‌خوام. من خودم. خب برو ببین. خودم دوستان. یکی قبل از ایشون زنگ زدن که گفتن این برنامه میتونم راجع به اون یا میخواین به اصطلاح، گفتم فقط توی این برنامه راجع به این برنامه صحبت کنم. نه نه نه. یه مسئله که شما اگر عزیزان فکر میکنم من صبر و حوصله‌ام کمه، من عادت به این پروژکتورا ندارم، هی میخوام به دوربین نگاه کنم چشام میره پایین. آها، قبل از اینم که اینا روشن یعنی شروع کنن گفت که این مشکل واقعا نورا سخته. حالا ببینیم ما مثلا من چه جونوری هستم که دووم میارم جلو این چراغا. بعد مسئله دوم هم اینا، اجازه بدین عرض کنم، چون شما فرمودین که راجع به مذهب، بعد فرمودین که من عرض کردم مذهبم سیاسته. سیاست من پرسیدم از چند نفر یعنی چی، گفتن راه. بله. بله مذهبم یک راهه. راه. از اون جهت یه سیاسته، ولی اعتقاد من بر اینه که زیربنا و منشأش فرق داره، ولی به هیچ عنوان هدف من راجب روش و راه صحبت کردن نیست. چه سیاست حزبی و سیاست انسانی هر چی اسمشو یا مذهب اسمشو بزنی، هدف من بحث راجب راه و روش نیست. هدف من فقط راجب خودشناسی است، من و ما. دوستان اگه اجازه بدیم ما یه تلفن دیگه بگیریم، برنامه رو تموم کنیم یا برنامه رو تموم کنیم. تموم کنیم الان. بله، میگن که باید چند دقیقه استراحت کنیم تا دوستان دیگه بیان حاضر بشن. از اینکه باز هم بنده رو تحمل کردید ممنونم. از شما که اومدین و با دوستان گفتگوی داشتید ممنونم. امیدوارم برنامه‌تون به زودی شروع بشه، امیدوارم برنامه موفقی داشته باشین. تا دوستانی که اومدن و گفتن که اینجور تصمیمشون نظرشون عوض بشه و دوستانی هم که موافق بودن خوشحال باشن که چنین نظری دادن. یک بار دیگه از شما ممنونم، ورودتون رو به تلویزیون رنگارنگ تبریک میگم. دوستان جدیدی میان با ما همکاری میکنن که میبینید اون خواستهایی رو که شما گفتید ما به جان دل به گوش دل شنیدیم و داریم یکی یکی عمل میکنیم. یه مقداری وقت میخواد، به قول معروف میگه گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. قربان شما، شب و روزتون خوش. همه شما رو به خدا میسپارم تا فردا. من فردا هم ساعتی در خدمتتون خواهم بود، ساعت برنامه خودم 8 شب هست، ولی اینجا هر ساعتی اویلیبل باشه من میپرم میام جلو دوربین و تبلیغ میکنم که بیاین این تلویزیون رنگارنگ، تبلیغشو بخرین، ادورتایز کنین برای بیزینستون. اگه وضعیتون خوبه پولو بدین، تبلیغو نگیرین و وقت بخرین. اگه شما یه مسجدی دارین، سالن دارین، سینما دارین، فیلم دارین، هر چی که دارین میتونین وقت بخرین. یاد بگیریم از آمریکایی‌ها. وقتای تلویزیون رنگارنگ میبینید که بهترین تلویزیون هست، پربیننده‌ترین هست، بهترین هست، برای که بهترین بیننده‌ها رو داره. ممنونم از شما بهترین‌ها. منم از شما ممنونم. از شما خیلی متشکرم. از صبر شما و اساتیدم خیلی ممنونم. خب ممنون از شما. تمنا می‌کنم. دندانپزشکی خانواده دکتر عباس آژنده، دکتر مسعود سعید با بیش از 15 سال